تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. با لطف و فضل الهی از اول قرآن شروع کردیم، اواخر جزء 26 سوره قاف آیه 12. طبق معمول آیه خونده میشه، هر آیه رو ما چند دقیقه تفسیر میکنیم، تفسیر روان ساده قطعی. آیه 12 رو بشنوید. آیه 12 13 14 این سه تا آیه کوچیکه با هم بشنوید. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. تا از اول سوره قاف تا آیه 11 بحثی بود که کفار به پیغمبر اسلام میگفتن میگه میشه ما بعد از مرگ زنده میشیم. قرآن گفت چتونه، چرا نمیشه؟ میگه زمین یه خاصیت فرسایشی داره، این بدن چند کیلویی رو تبدیل کرد به نیم کیلو، یک کیلو، دو کیلو استخون، باقیش رفت. میگه قد علمنا ما تنقصد است، او فرسایشی زمین حسابمون جمعه، قد علمنا، خودمون میدونیم، ولدینا کتابون، هم ما میدونیم هم تو کتاب ثبت شد. میگه چه کی میتونه؟ میگه همون کسی آسمون رو آفرید با کرات، همون کسی زمین را آفرید با این همه گیاهای رنگارنگ، مزه‌های رنگارنگ، همون کسی که زمین آسمان آفرید تو را زنده میکنه. آخه تو بزرگتر زمین آسمان که نیستی که. درخت خرما رو ببین، خوشه های به هم متراکم و زیباشو ببین، گیاهای بهیج و پرترابط رو ببین، کرات آسمانی رو ببین، انبتنا، مددنا، زیننا، قدرتمون رو ببین، شک نکن. حالا اینجا دیگه تاریخ میگه، میگه اینا استدلال بسه، حال بریم سراغ تاریخ. میگه ببینید دیگرانم تکذیب کردن، نابود شدن، من دلیل آوردم، استدلالم آوردم، میخواید قبول کنید، نمیخواید قبول نکنید، نابود میشید. کذبت قبلهم قوم نوح، قبل از این مردم مکه قوم نوح تکذیب کردن، نابود شدن. اصحاب الرس تکذیب کردن، نابود شدن. اصحاب الرس عرض کنم که در این سوره و در سوره فرقان هم اومده که میگن که اصحاب در یمامه زندگی میکردن، پیغمبری هم به نام حنظله داشتن، پیغمبرشون تکذیب کردن، یعنی تو چاه پیغمبرشون رو تو چاه انداختن کشتن. چه کارا کردن؟ یه پیغمبر رو سر بریدن، یه پیغمبر رو تو چاه انداختن. چون رس به معنی چاهه، چون میگن اصحاب رس، یعنی این پیغمبرشون تو چاه کشتن. و سمود و عاد و فرعون و اخوان و لوط. خب قوم سمود قوم حضرت صالح هن، قوم عاد قوم حضرت هود هن، اصحاب عکه قوم حضرت شعیب هن که در بیشه زندگی میکردن، قوم توبع، توبع پادشاهان یمن هن. خب ای کسانی که در معاد شک دارید، نگاه کنید به زمین با گیاهای پرترابت، نگاه کنید با به خرما، با این تنه درخت و خوشه‌های متراکم و زیبا، نگاه کنید به آسمان با ستاره‌های زینت بخش، نگاه کنید به زمین مرده با بارانی که میاد گیاه میشه. ما علم داریم، قدرت داریم، شک در معاد نکنید. این یک، تمام، این پرونده رو ببندیم. دو، تهدید. منطق رو میگم، تهدیدم میکنم. تهدید اینه که روزگار شما مثل روزگار قوم نوح میشه. تکذیب کردن، لجاجت کردن، نابود شدن. کذبت قبل هم قوم نوح نابود شدن. اصحاب رس پیغمبر تو چاه کشتن، نابود شدن. اصحاب قوم سمود با حضرت هود در افتادن، لجبازی کردن، نابود شدن. قوم عاد نابود شدن. قوم فرعون نابود شدن. اخوان و لوط نابود شدن. حالا اینکه میگن راجب اخوان و لوط، یا چون قوم لوط همه فامیل شدن یه اخوان، یا به خاطر که خب کلمه اذ قال لهم اخوهم، اخوهم لحن پیغمبرا لحن عاطفی بوده تو پیغمبرا خودشونو برادر مردم حساب میدونستن. اصحاب ایکه قوم شعیب با شعیب مخالفت کردن، نابود شدن. قوم تبع طرفداران اون تبع که اون پادشاهان
لقب پادشاهان یمنه نابود شدن. جالب اینه که در حدیث میخونیم که پادشاه یمن یعنی همون توبه به قبیله اوس و خزرج گفت که شما در همین یثرب و مدینه بمونید، پیغمبر اسلامی خواهد آمد، مبعوث خواهد شد، اگر مبعوث شد من اونو درک بکنم، با او خدمت بکنم، با او همراهی میکنم. یعنی پیشبینی پیغمبر اسلامو در ادیان قبل نقل میکنه تو این روایت. آشنایی با تاریخ برای پیغمبر دلداریه. پیغمبر اگر دلیل تو رو نمپسندن شما اتمام حجت بکن، گوش دادن دادن، ندن ندن. اقوام دیگر نابود شدن، اقوام تو هم که لجبازی بکنن نابود میشن. همیشه تضاد بین حق و باطل در طول تاریخ بوده که خداوند انبیا رو میفرسته اتمام حجت میکرده و دیگه. کیفر برخی از اقوام لجوج در همین دنیا بوده، فحق وعید، یعنی وعده ها در همین دنیا بوده، اتون نیست که خداوند. تاریخ و سرنوشت اقوام پیشین درس عبرتی برای آیندگانه. کلون کذب الرسل فحق وعید. تکذیب یه پیغمبرم انگار تکذیب همه پیغمبران. شما یه لاستیکو پنچر کنی انگار کل ماشین توقف کردی. لازم نیست کذب الرسل، با اینکه کذب الرسول، هر قومی پیغمبر خودش تکذیب میکنه. یعنی قوم نوح حضرت نوح رو تکذیب کردن، قوم لوط حضرت لوط رو تکذیب کردن، حضرت صالح و حضرت هود رو تکذیب کردن. یه پیغمبر ولی تکذیب یه پیغمبر تکذیب کل. و لازم نیست کذب قوم نوح للمرسلین. یعنی در قرآن آیات دیگه هم هست که یه قوم همه انبیا رو تکذیب کردن، چون تکذیب یکی انگار تکذیب همه است. خب این هم مال این. پس دو مرتبه بحث رو عوض میکنه. کانال یک چی بود؟ در معاد شک نکنید، این عظمت قدرت ماست در خلقت آسمان، زمین، گیاهان، باران، چی چی. کانال دو چی بود؟ لجبازی کنید به سرنوشت قوم نوح و هود و صالح و اینها که لجبازی کردن نابود شدن، شما لجبازی کنید نابود میشید. دو مرتبه میخواد بگه، باز از قدرت خودش میگه، در آیه 15 و 16 در جلسه بعد میگه، خدای تو به حق محمد و آل محمد ما رو در مقابل منطق لجوج قرار نده، قلب سلیم و منیب به ما بده، هر جا حق بود و منطق بود با تمام وجود بپذیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.